سلام دوستان وقتتون به خیر و شه یک 24 ساعت عجیب و غریب و خیلی خاص در روسیه اتفاق افتاد که نگاه ها را خیره کرد به جایی به نام روسیه همونطور که ارسی آدم و همه توجه ها با اون رو آقا این چی میخواد بشه اوکراین بیشتر از همه با حیرت داشت نگاه میکرد و اتفاقات عجیب و غریبی در نوع پرداختن دنیا به این منطقه داشت میافتاد و به این ماجرا که در نوع خودش خیلی قابل تعمل و حتی میشه گفت خنده داره میخوام بریم توییت هایی در فضای فارسی زبان رو در این خصوص بخونیم ببینیم که تو فضای فارسی زبان بین قربگره هامون و وطن فروش چه شکلی بوده چیا میگفتن همزمان با اتفاقاتی که در روسیه داشته میافتاده فقط من دوست دارم یکی دو تا پست رو دوستان من و یکی دو تا توییت رو آنهایی که این ویدیو رو دارن مشاهده میکنن ببینن یک ویدیو رو دارید روی صحبت ببخشید یک توییت رو دارید روی صحبت مشاهده میکنید بله همانطور که میبینید توییت مربوط هست به یک اکانت وابسته به رژیم سهیلسی اکانتی که تلاش کرده محتواهایی را منتشر بکنه که این محتواها این اکانت رو متمایز بکنه از پرداختن به مسائل مربوط به ترورها و حوادث و چیزهایی از این دست که احتمالا اسم اکانت رو اگر دیده باشید در هستید یک مسئله به شدت کاربرهای فارسی زبان رو و کاربرها رو توجهشون رو به خودش جلب میکنه و اون ماجره این هست که این اکانت در لحظه ای که نیروهای واگنر ادعا میکنن که در حرکت به سمت مسکو هستن از اونها به عنوان مبارزان آزادی یاد میکنه کمی بدتر که اینها اعلام میکنن که خب باشه رفتیم و یه دو, دو تا چهار بود انجام دادیم الان فهمیدیم باید برگردیم اوکراین بعد در کمتر از چند ساعت در توییت های خودش مبارزان آزادی تبدیل میشن به تروریستا در اخبار مربوط به رسانه های آمریکایی هم به همین اشاره شده که آقا آمریکا به محض اینکه این خبر منتشر شده که اینا دارن میرن سمت مسکو اومده محدودیت اون بحث تحریم اینا رو برداشته یا متوقف کرده گفته حالا فعلا در روی صحبت اینا چیزی که در رسانه داشت گفته میشد یعنی یک لشگریه داشته فعالیتی انجام میداده در لحظه احساس کردن که منافع غرب داره تأمین میشه از طریق نوع تغییر رفتارش حتی در کلماتی که به کار بردن هم تجدید نظر کردن یعنی تا دیروز به طرف میگفتن تروریست الان نه این مبارز آزادیه بعد این مبارزه آزادی در کمتر از 24 ساعت دوباره شد تروریست بریم ببینیم این البته شما کلماتو مشخص کنید مبارز بودن که تروریست آزادی دوستان ما به ویژه آنهایی که با ما همسو نیستن بگن چجوری دوست داری اینا رو روایتشون بکنیم میخوایم بریم توییت هایی در این خصوص بخونیم من روی دوستانی که همسونی نیستن تاکید کردم به خاطر اینکه اینا همواره دنبال یک قهرمان میگردن 24 ساعت واگنر قهرمان اینها بود یکی از قهرمان های خیلی خاصشون در یکی دو سال اخیر زلنسی بوده خیلی حسشون رو خوب میکنه وقتی اسمش رو میشنون یک موضوع ضد ایرانی الان دومیش واگنر بود 24 ساعت قهرمان اینها بود بعد سری از اولویتاشون خارج شد توییت اول رو میخوام برای شما بخونم یکی از توییت های خیلی خاصی که در فضای رسانه ای ایران به شدت مرتوجه قرار گرفت اون زمانی که واگنر اعلام میکنه که میخواد برگره به سمت روسیه توییت زده گفتی که با درگیری ارتش روسیه و واگنر از فردا بازار جام زه تو ایران داغ میشه تو تهران داغ میشه توصیه به جمهوری اسلامی قبل از سقوط پوتین به سرعت اینترنت رو باز کنید داداش ببخشید یه سوال ازت دارم یعنی ما الان 24 ساعت فرصت داریم مسکو داره سقوط میکنه و خیلی دیر ما فهمیدیم متاسفانه 24 ساعته تو خیلی خوب داری مشورت میدی من اینترنتو باز کنم مشکل مملکت حله تو تضمین میکنی اگه تو تضمین میکنی الان داره میره سمت پوتین تا نرفته من اینترنتو باز کنم حالا بریم یه خورده جلوتر ببینیم دیگه چی گفته گفته که توصیه به جمهوری اسلامی قبل از اینکه سقوط پوتین قطعی بشه حالا داش مطمئنی قراره قطعی بشه میخوای یه 24 ساعت صبر کنی بعد استاره خیلی زای میریم جلوتر بعد مثلا توییتا مدل عوض بشه برای خودتون بدا حالا بخونیم میگه که یکی از درخواستام یعنی توصیه هم به جمهوری اسلامی قبل از سقوط پوتین حجاب اجباری رو برداره آقا ورداره تو قول میدی مشکل مملکت حل بشه اگه حل میشه تا اینا هنوز نرسیدن مسکو اگه حل میشه تا نرسیدن من سری ورش دارم حالا بریم جلوتر شاید مثلا سیاست دیگری باشه گفته که Uh, یه چیز دیگه این که توصیه به جمهوری اسلامی خودت خود خاصه استحاله رو بپذیر یکی از مسائلی که ما مطرح میکنیم همیشه اینه که میگیم آقا دعوای اینا با جمهوری اسلامی اینه میگه این ذات خودت رو تغییر بده قرب دعواش با ما اینه ذات خودت رو تغییر بده اگر ذات خودت رو تغییر دادی امامه در رأس ایران باشه یا تاج باشه دیگه فرقی نداره من مخلصشم هستم باش همکاری میکنم تا زمانی که منافع هم پیش برود اگه منافعش پیش نره چی میشه احساس بکنه و باید معامله بکنه گروه که منافقین خلق باشی 17 ازات آدم برش کشته باشی معاملت میکنه فرج الله چپ باشی معاملت میکنه جمشیر شارمحتی باشی که با افتخار میاد میگه من توی طبقه بالای ساختمان همچیچی FBI هستم معاملت میکنه میذارت رومیز در مقابل جمهوری اسلامی باد حرف میزنه دقت کردی چی شد؟ توی توصیه آخرش خیلی تاکید داشته گفته که تا پوتین سقوط نکرده تو سری بیا استحاله رو بپزی یعنی آه حالا یه سوال یه سوال اگه قبل از اینکه اینا میرسیدن به مسکو جمهوری اسلامی سرعت اینترنت رو باز میکرد حجاب و از این اجباری بودن خارج میکرد خودش هم سری خودش رو استحاله میکرد شما دیگه باش مشکل نداشتین مشکل داشتین یا نداشتین بله اگه مشکل نداشتین مشکلات و مملکت هم حل میشد من یه چیزی رو دوستان ساده خدمت شما عرض بکنم مسئله که دوست دارم بهش فکر بکنید اینه این توییت ها رو وقتی مشاهده میکنیم یه اتفاقی توی کشوری افتاده همه کارشناسا بریم این باورن که بشینیم دو تا چارت کنیم اصلا ببینیم چیه اصلا ماهیتش رو بفهمیم همین که ماهیتش رو بخوایم بفهمیم 24 ساعت طول می‌کشه بعضا بیشتر با چند ما بگذرم ببینیم چی شد اینا سریع دست به توییت شدن تحلیل کردن حکم صادر کردن جرمندی کردن چی باید اتفاق بیفته بعد در نهایت هم مثلا خورجیشون گرفتن رفته عرض بنده اینه مملکت دست شما باشه توی مثلا ترکیه اردوغان دلش درد بگیره یا این مثلا طالبان سرش درد بگیره یا مثلا پوتین هواپیماش به سمت مقصدی بلند بشه شما سیاست گذاری مملکت رو میخواید فوری فوری اینجوری عوض بکنید خیلی جوگیران است خیلی جوگیران است بریم توییت بعدی رو بخونیم بله نوشته که توییت های بعدی رو وقتی مشاهده میکنید توی اه رک... اه چجوری بگم این, این صفحات و فروش و اکانت هایی که داشتن تقریبا توی همشون روسیه سقوط کرده بوده الان یه نمونه رو دارید مشاهده میکنید نوشته که کانال تلویزیون روسیه حک شد سخنرانی های فرمانده واگنر در حال پخش است شبی سرنویش فرمانده فیلم امشب سینما های ایرانه شبی به همراه خانواده بلیت شنده بابا یه خورده صاف ببینیم دنیا دست کیه شاید اصلا به خودت اومدی گفتی مثلا الان بعضیشون داره میگه این روسای فلان فلان شده سناریوی خودشون بوده پس تو چرا خوشحال بودی تو چرا راه افتاده بودی پشت سرشون میخواستی مثلا هیزم سناریوشون رو زیاد بکنی عجب جماعت عجیبی نوشته که فرمانده واگنر به زودی در میدان مسکو جشن پیروزی میگیریم بعضیش زده هشتگ مهسا امینی به مهسا امینی ربطی داشت دمت گرم مثلا توی مسکو اتفاقا داره میفته به مهسا مص... امینی چه ربطی داره یه توضیحی هم میدی تک تک رسانه های وطن فروش و اکانتاشون و صفحاتشون رو نگاه میکردی این 24 ساعت این شکلی بود آقا مسکو سقوط کرد فلان کرد 24 کرد بریم بعدی رو ببینیم بله بعدی نوشته که اجازه من این توییت رو بیارم آقای رحمت بیگدلی از شهرهای های اصلاح طلب از فعالان اصلاح طلب ایشون نوشته که یه دونه عکس پوتین گذاشته یه دونه عکس دمپایی پاره نوشته که سرنوشت درگیری‌های های روسیه به هر کجا منتهی شود دیگر پوتین پوتین نخواهد بود پوتین اون دمپایی پاره است درسته خیلی خوب پوتین تبدیل به دمپایی پلاستیکی کهنه و پاره شده چقدر دلیل شما آقا عمیقه اصلا فارغ از اینکه توی این 2400 چی گذشت خیلی قشنگ داری برای ما شبیه سازی میکنیم ما قشنگ متوجه شدیم پوتین تبدیل به دمپای پلاستیکی کهنه و پاره شده زایعه تبدیل پوتین به دمپای پلاستیکی را به اشاق پوتین و روزپرستان تسلیت میگویم بسیار ممنونیم از کامنت زیبای شما و ما هم تسلیت میگیم اگر کسی مزدور پوتین هست مثل شماهایی که هم از به اصطلاح خودمون القا کردن این که ادهی مزدور پوتین هستن نون میخوری چون این ورش میتونی یه جبهه توهمی بغلش تشکیل بدی هم از این که مزدور آمریکا هستین نون میخورید ما هم به شما تسلیت عرض کنیم و به دیگران تو یه سوال ازت دارم آی بیگ دلی دمت تو در لحظه در خصوص مسائل معروف روسیه و چیزایی از این دست توییت میزنید به این چیزی که بنده میگم فکر بکنید درباره شما این حرفو نمیزنم جسارت نمی کنم دوستانتون از رفقای خودت چند نفر رو میتونی اسم ببری که وقتی از رفیقات رسانه های اصلاح طلب رسانه های جریان غربگرا و اکانتشون رو صفاتشون چند تا رو میتونی اسم ببری که وقتی پلیس آلبانی حمله کرد به گروهک که منافقین همینجوری فوری دست به تویید شدن گفتن که مثلا سیلی محکم به دشمنان ایران به خانین و میهم به لشکر فارسی زبان صدام چند تا از رفیقاتون میتونی اسم ببری که وقتی که مقامات ایران بلند شدن رفتن ونزوئلا بلند شدن رفتن نیکاراگوه بلند شدن رفتن کوبا بلند شدن رفتن حیات خلوت آمریکا به شکلی که تو کنگره آمریکا یه سری نگران شدن میگفتن اینا اومدن حیات خلوت ما نگران کننده است چند تا رفیق میتونی نام ببری که یه توییت زده باشن در این خصوص گفته باشن اتفاق اتفاق خاصی ما با جریانی رو رو هستیم این جریان در مواردی از این دست سراسیمه واله و شیدا وسط میدان توییت میزنه ده ها مورد مسئله ملی میتونم مثال بزنم اینا یه واو ننوشن من درباره ایشون احتیاط میکنم ولی رفیقاش یک واو ننوشن در این فضا این مسائلی هست که باید بهش فکر کرد ما امیدواریم که رفقای غربگرای ما همینطور که واله و شیدای اتفاقات روسیه بودن در خصوص مسئله دیگر هم به خصوص مسائل ملی که اتفاق میفته ایران از هایپرسونیک رونمایی کرد اینا اعضا گرفته بودند اینا از دادش تو سر شما نمیخواد بزنه ساخت دشمنه ایران باش بزنه مگه تو توی پایگاه اینول الاسدی مگه تو توی پایگاه داعشی های تحصیل طلبای اقلیم کردستان نشستی یا سحیانی که گرفتی که اینا چرا هایپرسونیک ساختن این عجیب و غریبه ما جماعتی رو داریم که وقتی اتفاقات ملی میفتد یا خفه خون میگیرن یا توییت های منفی میزنن در جاهای دیگر فوری وسط میدان ثانیه به دارن تحلیل می نویسن آقا این شکلی شد اون شکلی شد حکومت الان اگر مثلا فلان تغییر و رفتار بده خوب میشه اینترنت هم باز کنه تا قبل از سقوط پوتین میتونه اتفاقی بیفته و الان مثلا این 24 ساعت اگه باز نکردی دیگه کار تموم بریم رو با هم بخونیم ببینیم, ببینیم که ماجرا از چه است بعدی نوشته که بله کاربر دیگه گفته که خبر خوب از هواداران بچه شاه از اکانت های نزدیک به بچه شاه گفته خبر خوب نیروهای نیابتی واگنر کشور سوریه را ترک کردند و به سمت روسیه در حرکت از کجا فهمیدی در حرکتن کجا دیدی کی گفت کاروانشون کو از کجا حرکت کرده توی رسانه ها اینا داشته اتفاق میفته دیگه نیروهای نیابتی واگنر کشور سوریه را ترک کرده و به سمت روسیه در حرکتن این موضوع سبب تضعیف بشار خواهد شد حالا واسه بشار اسد الان به تو چه ربطی داره حالا رب داره بهش دیگه دومینای ریزش دیکتاتورها آغاز به حرکت کرده است مقصد بعدی جمهوری اسلامی همش جماعت وطن فروش ما از نه ماه پیش آمریکا و غرب و کجا و کجا رو اینا حساب کردن که اینا نظام جمهوری اسلامی رو عوض بکنن اینا دست به سینه نشسن تو روسیه یه اتفاقی بیفته تو چین یه اتفاقی بیفته تو آمریکا یه اتفاقی بیفته تو فرانسه یه اتفاقی بیفته بلکه از کنارش نظام جمهوری اسلامی عوض بشه داداش خودت میخوای یه تلاشی بکنی خودت هم میخوای یه زحمتی بکشی اینا ملت رو تحریک کردن کف خیابون این همه رفتی در مثلا کنگره فلان وایستادی و مجلس خودت هم یه تلاشی میخوای بکنی یا نه یا مثلا دوست داری که همش بشینی تو روسیه یه اتفاق بیفته و تو فرانسه و تو آمریکا یه چیزی بشه بعد که این نظام عوض بشه بعد یه چیز دیگه به نظرتون به اینا بگیم الان 24 ساعت گذشته واگنر برگشته به سمت اوکراین یا نه یا زود الان بخوان در جریان قرار بگیرن چه از زود باشه بعد یه خورده آرومتر بهشون بگیم قلباشون نیسته بعدی رو ببینیم ببین اصلا چه تحلیل های اینا ارائه نمیشه که با وضعیت موجود در روسیه خامنه ای سکان قدرت را در حال شکستن میبینه از کجا فهمیدی در حال شکستن میبینه یعنی مثلا چی اتفاق افتاد تو به این تحلیل رسیدی میتونی به من یه توضیحی بدی جنس اتفاقا چجوری بود حالا به هر جد فهمیده دیگه ارتش ایران و نیروهای هوایی زمان آن فرا رسیده که در کنار ملت و کشور خود ارتش ایران چرا واسه کار ملتش من تو الان کجا واسطه بود بعد نیرو هوایی یعنی چی الان از کجا آوردی نیروی هوایی ارتش ایران از کجا آوردی میگه که چون توی روسیه اتفاقاتی داره میفته و سکان حکومت از دست ایران داره خارج میشه حالا اینا رو از کجا فهمیده من نمیدونم ولی توی این 24 فهمیده میگه چون این اتفاقا داره میفته ارتش ایران و نیرو هوایی بیاد کنار ما دمت گرم بس الان حالا مثلا اگه ارتش و نیرو هوایی میوم از سمت شما بعد اون وقت میفهمید که واگنر رفته سمت اوکراین این بعد چیکار میکرد یه توضیح هم میدی باید دوباره میرفت اون سمت باید همون وسط وای میساد باید مثلا یه پایین ور وای میساد یه پاشو میذاشون ور وای میساد چیکار میکرد بریم بعدی رو ببینیم پیام بعدی رو دارید مشاهده کنید این فوق العاده است این رفیو اصلا این محشره من کاش اکانت اینو زودتر پیدا کردم گفته که پریگوژن میتونه نقش حربن ریاهی رو ایفا... یا حضرت عباس نقش حربن ریاهی رو ایفا کنه و بیا تو سمت اوکراین بجنگه اون وقت قشنگ میشه یعنی الان تو سمت اوکراین بجنگه اوکراین میشه لشکر امام حسین بعد اون پریگوژن میشه حربن ریاهی مسکو هم میشن یزیدی ها و اینا درسته بعد دیگه بازی قشنگ میشه اینجوری بشه بازی قشنگی ای بازی قشنگ بگیم اینا رو ادامه بدن ما اینایی که شما داریم میگی داریم مینویسیم بفرستیم برای بچه واگنر ها هر چی هر چیز دیگه تو دلتونو بچه ها بگید که من همه رو دارم لیست میکنم میفرستم واگنر میام اگه هر ابن نریاهی میخوای بشی اگه میخوای بازی قشنگ بشه اگه میخوای بیای سمت اوکراین بجنگی اتفاقای خوبی بیفته این کارا رو بکن پس اصلا آقا اون چیزی که من الان دارم در صحبت میکنم این هست که ما با بچه های طرفیم اینا خیلی تخیلی مسئله میبینن اینا بسیار تخیلی مسئله هیچ وقت نمیتونه مبتنی بر مسائل بر حقایق میدان تحلیل بکنه 24 ساعت یه سری اتفاق افتاد معلوم نبود این بازی خودشون بود معلوم نبود کسی اینا تحریک کرد و نبود با هم همان هم کرده بودن یه خورده تو خودشون شرخیدن دوباره حمله کردن به اوکراین اینا تا مثلا افزایش سرعت اینترنت به جهت ماندن حکومت و کم کردن وضعیت حجاب به دلیل اینکه بتواند حاکمیت بعد از پوتین ادامه بدهد و تا اینا هم رفتن جلو این شکلی شما بخواید به مسائل نگاه بکنید آقا فرض کن جمهوری اسلامی نیست این شکلی شما بخواید مسائل رو ببینید چجوری میخوای به مملکتت کمک بکنی چه سیاست گذاری فرض کن به جز جمهوری اسلامی شما ها میخواید تصمیم گیری کن. چه تصمیم میتونی بگیری با این نگاه تخیلی که مسائل داری این ترسه که تازه ما رفته مثلا اکانت خفناشون رو پیدا کردم بقیهش که چرتو پته اجازه بعدی رو ببینیم بله گفته که پوتین بعد جور جنگ سایبری را باخته و روحیه سربازان اش شده کشوری که, که تا یکی دو سال پیش اون همه قدرت داشت کدوم چقدر بوده قدرتش من یه توضیح حال برجد گفته اون همه قدرت توی دو سال پیش داشته میزبان المپیک بوده میزبان جام جهانی بوده ارج و عزتی داشته به چه روزگار فلاکتباری افتاده که تلویزیون هایش مدام اعلام میکنن مسکو هنوز سقوط نکرده است یعنی مثلا توی رسانه های اینا بود. توی شبکه های اجتماعی فارس زبان مسکو سقوط کرده بوده ولی پوتین نمیگفته و رسانه هم نمی... تلاش میکردن که ماجرا رو مدیریت کنن بعدی رو ببینیم خیلی فوری برخی خبرگزاری ها از احتمال آغاز جنگ جهانی سوم یا خدا تا جنگ جهانی سوم از کجا فهمیدی کدوم خبرگزاری گفتن چجوری فهمیدی مثلا سقوط روسیه و چیچی و فلان به جنگ جهانی سوم رب پیدا میکنه یا توضیح بهم میدی به هر جهت برخی خبرگزاری ها گفتن این فهمیده دیگه گفته که برخی خبرگزاری ها از احتمال آغاز جنگ در گوش تو گفتن کدوماشون بودن به ما هم بگو ما هم بتونیم اینا دنبال بکنیم از این تحلیل های فضا در لحظه ارائه بدیم بعد گفته که پس از اتفاقات امشب روسیه گفتن که جنگ جهانیه سوم اتفاق میفته بعد گفته رستاخیز ملی الان رستاخیز ملی یعنی چون جنگ جهانی سوم داره اتفاق میفته و بعضی از خبرگزاری گفتن و تو در جریانی اینا چیکار بکنن مخاطبات هشتگ رستاخیز ملی رو دنبال بکنن مخاطبات رستاخیز ملی رقم بزنن مخاطبات برسن تو خیامون چیکار کنن این زبون بسا یه چیزی زده دیگه یه چیزی بعد اینی هم که براشو فرستاده یه جمع قابل توجه این لایکش کردن من اونم دادش یعنی این اتفاق داشته میافتاده ما خبر نداشتیم یه چیزای دیگه بود داستانا هی نشستند دور هم دمیدن بهش بعد گفتن حالا شاید مثلا اینا چند ساعت دیگه برسن به مسکو بعد آره اگه حالا به مسکو برسن این چیزایی که ما داریم میگیم راست باشی که چه خفن میشه جنگ جهانی هم میشه جنگ جان بعد حکومت ایران ببین اینجا ببین چیا دارم میبینم تو فال پوتین چیا دارم میبینم کف دست پوتین حکومت ایران اونجا اگه اینترنت رو باز بکنه تمومه اینترنت تحولات جهان تغییر میکنه با کی کار داری با کیکا. به خدا آدم میمونه به حال اینا بخنده به حال اینا گریه بکنه پوتین داره سقوط میکنه اینترنت مملکت رو باز کن که اوضاع جهان خوب بشه دمت گرم اصلا اینا ما فقط اینا رو نمیتونستیم بفهمیم تو گفتی اصلا مغز ما باز شد بعدی رو ببینیم به 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 تحلیلگر اعظم علی کریمی توپ کن سابق تیم ملی ایران نوشته که فرماندهی واگنر میگوید که بخشی از ارتش سوریه به نیروهای او که به سمت مسکو در حرکت هستن پیوسته تمام کانال سپاه ماتم گرفتن. پدرشان پوتین در سراشیبی سقوط است دمت گرم پدرشان پوتین در سراشیبی سقوط است جماعت وطن پروش ایران آیا آن کسانی هستن که هر روز به دنبال یک پدر میگردن یا نه الان پدرت شده واگنر حالا دراسی داده شما این قضیه پرونده خواهرتون رو فکری بکنی میخوای به جای این تحلیل ها و این صحبت اول بیا این 770 میلیارد رو حلش بکنی 770 میلیارد تومان یعنی مثلا با هیچ گلریزون و با هیچ داستان یه بخشی از بودجه یه مملکتی میتونه باشه توی نهادی فرمانداری و استانداری 770 میلیارد میخوای به اون بکنی بعدا تحلیل میکنیم حالا با هم یه 24 ساعت بگذاره اگه واگنر رسیده بود به مسکو سمت اوکراین نرفته بود بقیه مسئله که شما فرمودی رو ما تحلیل میکنیم برجت گفته که اینا الان در سرشیوی سقوط هستن رسانه های روسی از اعلام قریب الوقوع من آمده شد در مسکو خبر این بند خدا یه خورده دیر از خواب بیدار شد فهمید ای آقا مثلا کودتا باید استوری بزنیم سری استوری زد و بهش گفتن نه نه علی پاکش کن سری جمع شده واگنر رفته سمت اوکتون سری پاکش کرد این سری پاکش کرد نزدش خیلی این استوری بماند و بیش از این بخواهد در این مسئله تحلیل های فوق افلاتونیش رو مخاطب ببینه من ای درخواست دارم از بچهای اپوزیسیون و رفقا که مطالب منو ببین این تحلیلا خدا شاهد این تحلیلا شما اینجا داری علنی می‌کنی اندیشکده ها و اتاق های تصمیم سازی تح... اون تحلیل خفلشون رو میبنه که چی قایم میکنن فقط تصمیم سازا ببینن چون مثلا جمهوری اسلامی ببینه اون میفهمه باید بازی رو چیکار بکنه میدونی این برای قایم میکنه این تحلیل رو ببرید قایم بکنید ب... من مسخره نمی‌کنم. ببرید قایم بکنید ملت نبینن ما این اساسه... الان من فهمیدم چی شد اولی توضیح داد دیگه گو اون پوتین داره سقوط میکنه جمهوری اسلامی اینترنت رو باز کنه مملکت اوضاع حل میشه اوضاع جهان عمل میشه حتی جهان چیه کهکشان های راه شیری هم عمل میشه اینا رو دیگه نگفت البته تو تحلیلش گفت دیگه ما خیلی اشراف پیدا میکنیم و یه کاری ممکنه بکنیم که به ضرر اپوزیسیون باشه من خواهشم از دوستانم در اپوزیسیونی هست این تحلیل رو ببرید قایم بکنید در گوشی در صحبت بکنید چون کمک میکنیم جمهوری اسلامی و پوتین و, چین و اینا همه اشراف پیدا بکنه به مسائل بر اساس تحلیل های بسیار دقیق شما ضعف های خودشون رو بفهمن سری جمع بکنن و بزنن به اصطلاح خودمون کارهایی که نباید را انجام بدن دولترش نمی کنم اگر نکته ای داشتین در قالب پیام برای هم بفرستین کمک بکنید که گزارش با پیام های شما کاملتر بشه این بخشی از داستان ما با فضا بود که این روسا تحلیل های افلاطونی خودشان را به بهانه مسئله اوکراین به دوستان و دشمنان ارائه می کردن. اگر نکته ای بود در قالب پیام برای من بفرستین یه درخواست ویژه هم از دوستانم دارم دوستان در هفته تبلیغات خواهشم از همه رفقا اینه حتما از ما حمایت مالی داشته باشن حتما از ما حمایت مالی بکنید برای بعضی از دوستان ممکنه تعجب آور باشه در هفته تبلیغات هستیم از قدیم این هفته تبلیغات رو داشتیم می وابسته باشیم و نداشته باشیم قشنگ نیست مثل اینای دیگه که دارن فعالیت میکنن تبلیغات و این چیزام ندارن خیالشون راحت قشنگ نیست ما دوست داریم شکلی بدیم جلو ولو یک ریال حمایت بکنید که به یاری حضرت الله بتوانیم با قوت به این مسیر ادامه بدهیم خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ردت دارم وقتتون بخیر